برای کسانی داریم فعالیت میکنیم، هم از شما مردم این حرفم رو میگم و شامل میشه، هم بر اربابانی که تمام هستی خودم، فرزندم، همسرم، خانواده و عیالمان به فدای غلام این خانواده، خودشون که ارزششون فراتر از این حرف هاست. وقتی خداوند داعیه داره دستگاه امام حسین میشه، خود خداوند برای امر امام حسین وارد عمل خواهد شد، ما ارزشی نداره کارمون. ولی ما مانند اون مورچه میمانیم که ران ملخی رو به محضر سلیمان برد و گفت این برگ سبزیست تحفه درویش، باید ببخشی ما رو. الان هم حرف ما به امام حسین همینه. شاید این کمال کوچک بودن ماست که نشستیم هی میگیم آقا پاشید پاشید، باید کار بکنیم، دستگاه امام حسین باید برسه به دیگران. دیگه دوره ای نیست که یک حسینیه کوچک بزنیم با 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر کار فرهنگی بکنیم، داریم حق رو ادا میکنیم. الان نیاز داره، دنیا گسترده شده، بزرگتر شده، فعالیت هم به فراخور باید بزرگتر باشه. وقتی عالم ما، مرجع ما، بزرگ ما، خیلی 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 لغت سطح پایین با چیز فهم ما میفرماد یک نفرتون باید معادله ماهواره عمل بکنید، خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. مسلماً بزرگان ما آنچه را که در خشت خام میبینند ما در آینه هم نمیتونیم ببینیم. پس حتما ورای این مطلب، ورای این درخواست، ورای این گفتار هست چیزهایی که ما حالا فقط باید تابع باشیم. حرف من از باب اون انفاق فراتر از این بود. صبح هم عرض کردم نگاه نکن، نمیدونم اینو بگم یا نگم، صبح گذرا گفتم رفتم، ولی حالا روش تأکید میکنم. اگر ادعات میشه محبت امام حسین داری، اگر ادعات میشه بچه شیعه هستی، یه چرخی بزن. الان تویی که بیننده هستی ماهواره داری دیگه، نمیتونی بگی من ندارم، تو ماهواره داری. چرخی بزن در شبکه های دیگر، ببین اونها چگونه با اعتقادات تو بازی میکنن و به سخریه گرفتن. فقط برای این 7-8 روز تعطیل شدن شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و امثال این شبکه ها، فقط خندهشون مال این تعطیل شدن این چند روزه نیست، کلن قرار است از بنیان بکنند. شاید کمترین کاری که میتونستن بکنن این باشه، ولی در اسلام و در دین مبین اسلام و در مذهب حقه تشیع وقتی آمده انفاق رو گذاشته، صدقه رو گذاشته، هدیه رو گذاشته، برای چیه؟ برای اینکه فقیری روی این کره خاکی تحت این رایت، تحت این پرچم نمونه. ولی نگاه میکنیم دشمنان ما اتحادی که باید باشه رو برقرار کردن بین خودشون و الان دارن دنیا رو با اتحاد خودشون چپاول میکنن و بدتر از ظواهر دنیایی فکر و عقیده من و تو رو میبرند. کسی هست بگه الان خانواده من در معرض خطر چپاول اعتقاد نیست؟